ماكوما وين مشيت؟ وين يبقن وجوهي؟ ماكوما لا إلهي ماكوما ماكوما ماكوما. خشکسالی و کمبود آب تقریبا سراسر کشور را در بر گرفته. حتی استانی پر آب مانند خوزستان مدت هاست تنش آبی شدیدی را تجربه می کند. از دو ماه پیش تا کنون بخشی از تالاب هورالعظیم خشک شده است. به تازگی مشخص شده که مجوز خشک کردن بخشی از این تالاب بزرگ برای فعالیت‌های نفتی صادر شده بود. لأن منطقتنا منطقة انعدمت، لا زراعة لا حيوانات لا أي عمل به. إحنا ناس مو أهل شرايك وأهل عمل، ناس مربين أبقار، مربين جاموس، مربين أغنام، كل المنطقة مو أعني على روحي أنا. نرجو من الأخوة المعنيين بهذا الموضوع يتجهون علي، ونرجو منكم تروحون تشوفون هسه الدواب، تشوفون حالتها شلون، تدور على الماي ماكو، الأسماك ماتت، الطيور ماتت، الجاموس مات. هذا الماي المالح يعيش بيه ما يعيش بيه، كون يطوننا ميه إله سنين معدده، بقيت هذا اللي يموت بعد يومين يصير سيب رابر على ازيد من هذا. بس مع الاسف الماي مالح، السمكه قاعده تموت، زراعه ماكو، دواب موتت من العطش، الوادي موتت عطش، شطوط يابسه، الهور يابس. هذا السمك، هذا الخير شوفه، هذا الخير كله راح يروح حريمه، حرامات والله. هسه يكون يهدون للميه ويخلون الماي ينزل على الهور، لا السمكه ماتت ولا الحيوانه ماتت، طيره تنزل عليه، سمكه تعيش عليه، وكله كله كله من وراء الماي هذا الحلو يصير. بس لا ماي مالح وما ينبلع، معناته عوشنه، تعيش سمكه، تعيش طيره، تعيش هايشه، تعيش ياموسه، كل شيء ما يعيش. حتى بنادم لا يخلص الميه وبنفس الهور من هالماي ما يقدر يشرب. دو هفته پیش وضعیت بحرانی آب در استان خوزستان باعث آغاز اعتراضات مردم در شهرهای مختلف این استان شد. در این اعتراضات چند نفر جان خود را از دست دادند، اما تا امروز به جز یک نفر موارد دیگر از سوی مقامات قضایی و امنیتی تایید نشدند. دستور آقای شمخانی بر آزاد شدن بازداشته اخیر. نه اینا باید با دستور هم صحبت کنید، رفتی با ما ندارید سیستم قضاییه. ناس اکثر ایشته یوب الزراعه یوب الحلال وقت اللي قطع علينا الماء الزرع هسه خلي ولا ماكو زرع. ظل عندنا الحلال اكثر يموت ويتمرض من العطش. حتى الحلال اللي موجود اكثر مريض من العطش. لقيت عاصي حدود قريب شهر زمان، وهاي يعني اكبر سبب مهم اللي احنا قطع خبزتنا بالحلال ما صارت بعد. وايد ضرانا الماي. ونرجو من الدولة اسيا خلينا يستمرونا بالمية مثلا، يساعدونا فرشي مثلا بعلف، بطعام، فرشي اللي مثلا يزودون البوجامات السبوس. اليوم رابع من يالمان. واحنا حلالنا وايد تمرض وموت حلالنا اكثر موت تمرض، ولا عندنا علف، حلالنا دوا علينا غالي، لا مثل يعطونا علف يساعدونا، لا وامات بيساعدونا، لو عندنا عشه لا حد ياخذها، ما حد ياخذها، هذول تيار يقول له اخذ لنا عيه ما حد ما ياخذها، 6 ملايين ما ياخذها، واحنا ما عندنا شارع غير الغنابه ما عندنا. أنا هاي صار علي المين، صار علي ابن عايس عدنا عايس صار علي المين، وهاي ما عدنا شهر وعدنا هذا بيهم 10 أنا عائلة عد. هاي شوف يطوني هذا إني أنا بالمية 25 يطوني، كان 10 بينها سووني 24 مليون سووها، وهاي بطنة كلها واحد كلها سج. آقا ما میدونیم این آب فقط حرف نمیرسه، آقا نمیرسه آب، هر روز جمع کنن، هر روز اعلام بیاد، هر روز صدا سیما بیاد، آب دیگه به اینجا نمیرسه. میان اینجا سر بوجه دعوا میکنن، دیروز رئیس آب و فاضلاب با رئیس چیز دعوا میکنن برا آب. آقا این مسئول همین تانکر که آب میاره بهش بگی اصلا برا آب میرسه؟ نمیرسه.
فقط من نزدیک 200 گاو دارم، چقدر گوسفند دارم، چقدر گاو میش دارم، مرغ 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 اصلا آب میخواد آب نیست، نه آب لوله ای هست، نه آب رودخانه ای هست، آب تانکرم نمیرسه. بابا نذارید مردم بیان بیرون. بابا چرا؟ خب ولی خودشون دیگه نمیخواد بیاد بیرون، خودشون یواش یواش اینجا تموم کردن. این ملت مسئولی داره؟ مسئولی که ما نمیبینیم، مسئولی فقط به آدمای ضعیف زورش میرسه. گردن کلفتا هیچ. آقا خدا وکیلی بوجه دارن به مردم میدن علکی، میگن ما برای روستای سید حسن فلان فلان چیز انجام دادیم، همش دروغه. بابا بوجه ندید، بذارید ما بمیریم، واسه چی ما مردیم بوجه میدید؟ دیروز بیا نگاه کن، مردم برای آب صحبت میکنن، کشتن تو حویزه، واسه چی؟ آب میخوان. گفتن شرطوق کش نیست، گفتیم باشه شرطوق نمی کنیم. اونا که قدرت دارن 1000 هکتار شرطوق کش کردن، نه زورشون هم بهشون نرسید. آقا من رفتم پیش دادستان، رفتم پیش فرماندار، گفت اینا قدرت دارن از بالا، هیچ کی زورشون بهشون نرسید. نتیجه اعتراضات مردم به بی‌آبی گسترده در این منطقه باز کردن آب سد کرخه بود. در نتیجه 160 متر مکعب بر ثانیه از سد کرخه رهاسازی شد و آب هم به بخشی از این تالاب رسید، اما با این روند در انتهای شهریور آب مفیدی در سد کرخه باقی نمی‌ماند. کارشناسان معتقدند که این تصمیم تشت‌های تبخیر بیشتری ایجاد می‌کند و اگر پاییز باران در این منطقه نبارد، تامین آب شرب هم با مشکل روبرو می‌شود. نگرانی اصلی زمانی رخ می‌دهد که ذخیره کم کرخه نیز به پایان برسد. در حال حاضر حجم فعلی سد کرخه 2,300,000,000 متر مکعب است. این در حالی است که میزان آورده آب در سال آبی گذشته 6 میلیون متر مکعب بود. گزارش‌های هواشناسی نشان می‌دهند که احتمالاً بارش‌ها در پاییز 1400 دیرتر از زمان نرمال آغاز خواهند شد. این در حالی است که 58% سدهای خوزستان خالی از آبند و درست در روزهایی که مردم این استان قرار است کشت پاییزه را آغاز کنند، آبی پشت سد نیست و بارشی هم وجود ندارد. با خشک شدن پایین دست کرخه، تامین آب برای کشاورزی و دامداری سخت‌تر و آخرین راه معیشت مردم هم بسته می‌شود. متخصصان معتقدند وزارت نیرو یکی از مقصران اصلی کمبود آب سدهای خوزستان است. اشاره آنها به تولید برق از نیروگاه‌های برق‌آبی در زمستان سال گذشته است، تصمیمی که یک بار دیگر نیز در سال 87 گرفته شده بود. یکی از دلایل نابودی هورالعظیم سیاست‌های مربوط به صنایع نفتی بود که منجر به خاکریزی هور و از بین رفتن جریان و چرخه آب در آن شد. کارشناسان معتقدند هورالعظیم رفته رفته خشک شد و رها نشدن آب در سال‌های اخیر باعث از بین رفتن معیشت مردم اطراف هور شد. آب برای رسیدن سد کرخه به هورالعظیم باید از یک شبکه شریانی 560 کیلومتری عبور کند. به همین دلیل هر رهاسازی حدود 5 یا 6 روز زمان می‌برد. حالا به نظر می‌رسد خوزستان در انتظار پاییزی بحرانی است. اردن مویا ماکو. رحمونه، رحمونه، والله يرحمكم ان شاء الله. الله يرحمكم ان شاء الله.